سلام، شبتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ. اکنون سرخط خبرها. اعتراض کارگران آمریت سروی نفت گاز شمال در ولایت جوزجان. توزیع پیاز زعفران به دهاقین در ولایت جوزجان. و سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در ایران. مشروع خبرها با من سونی آیدین. صدها تن از کارگران آمریت سروی نفت گاز شمال در ولایت جوزجان دست به اعتراض زدند. این کارگران به دلیل تنقیض بست بیش از 100 کارگر این آمریت دست به اعتراض زده به حکومت مرکزی هشدار دادند. در صورتی که به خواستهای آنها رسیدگی صورت نگیرد و تظاهرات گسترده ای دست خواهند زد. در همین حال مقامهای محلی این ولایت میگویند که مشکلات این کارگران را با وزارت مربوطه در میان گذاشتند که به زودترین فرصت به خواستهای این کارگران رسیدگی می شود. صدها تن از کارگران آمریت سروی نفت گاز شمال امروز دست به نشست اعتراضی زدند. این کارگران به دلیل تنقیص بست 110 کارگر دست به اعتراض زده به حکومت مرکزی هشدار دادند. در صورتی که به خواستهای آنان رسیدگی نشود دست به هر اقدامی میزنند. آنها به حکومت مرکزی میگویند اگر به خواستهای آنان توجه نکند دست به گرد همایی بزرگ زده، در ورودی مقام ولایت را بسته و گاز انتقالی کود برق را نیز متوقف می کنند. به گفته آنها اگر حکومت تعداد 110 بست را تنقیص بکند، از بیکاری این شمار فامیل ها یا به مخالفین مسلح دولت می پیوندند و یا هم دست به دزدی، چور و چپاول و حتی دست به گدایی می زنند. مگه طرف دار دیده خزینوی مگه دیر خوشینوی پتی حسابانی یه واسی مگه گدایگر لکخار نچول کو گدایگر نفوس زیادیگی یواسی افغانستان که کاغه اشرف افغانی ولسی عمری ډوډی موږ ته ته اضافه درکو پیدا کوو تاسو دی روزی چختن کو نن ماغه دولت ته چې موږ روزی له خلی اخسل کی اخلی موږ ټول نفر بیکار قالده چورسی یا فامیلیا نان دیده اوشتوبلاره برلاره چې پوچ نان دیده ولا مجبور کی طرف مخالفینه بار مخالفینه کوشل مثلا باشقه یولی آقوی یه ولسه خاشیده ولاده دولت ایشتن ورطرف کلسه وزفتن سبکدش کلسه از شهرگه امر غربچیلیک باشقه کاربار بول مثلا و بوله ناچار که طرف مخالفینه بارسه خلاص. یکی از کارگران این اداره میگوید اکثر کارمندان این اداره 6000 الا 8000 افغانی معاش میگرفتند که تمام عمر خود را در این اداره صرف کرده. اکنون که آنان باید از سوی دولت به کار گماشته شوند و یا معاش بیشتری دریافت کنند، اما از سوی دولت و اداره وزارت معادن تعداد 110 بست تنقیص اعلان شده است. او افزود اگر به صدایشان پاسخ مثبت دریافت نکنند در روزهای بعدی دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. مایی که اگر این تنقیصات جلوش نگیره ما کارگرای امی تفاوضات در سال 1343 تا پوزی اشان رفتیم و امروز امی کارگرای تفاوضات گاز کوت برقم قطع میتانیم و دروازه ولایت هم بند میکنیم و پای پیاده تا خود کابل خود رفتیم. در همین حال اداره محلی جوزجان در رابطه میگوید که این مشکل کارگران را با وزارت مربوطه در میان گذاشتند که به زودی این مشکل را حل خواهند کرد. ما دو خوش نیستیم، اما ولایت جوزجان ما یک بحران میآید. ما توان قدرت والیت ما باز هم اعتماد میشیم به وزارت معدن و پترولیم همراه مکر صاحبه ما گفت میدنیم کهتی که دوج مقامات بالا و کابرشتگی ما همراه اونه بسمات میشیم اجرا تا بتانم موضوع را حل بکنیم. کارگران اداره تفحصات نفت گاز شمال در حالی دست به اعتراض زدند که چندی قبل تا یک مکتوب 110 بست این اداره از سوی وزارت معادن و پترولیم تنقیض شده بود.
در اثر شلیک دو فایر مرمی موزایل در مناطق مسکونی شهر میمنه ولایت فاریاب یک فرد ملکی جان باخته است. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب در یک تماس تلفنی با تایید این خبر و تلویزیون بیگ گفت که در اثر شلیک دو فایر مرمی موزایل بالای مرکز شهر در این ولایت یک فرد ملکی جان باخته است. در همین حال پلیس از بازداشت دو فرد مسلح غیر مسئول در این ولایت نیز خبر می دهد. طالبان بالای شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دو فیر مرمی مزایل شلیک کردند که در اثر آن یک فرد ملکی کشته شده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در یک تماس تلفنی با تایید این خبر به تلویزیون بیگ گفت که در اثر شلیک دو فیر مرمی مزایل از سوی گروه طالبان در منطقه مسکونی شهر میمنه مرکز این ولایت یک تن از افراد ملکی کشته شده است. به گفته او نیروهای امنیتی در این ولایت عملا وارد کار شده و طالبان را عقب زدند. گفته می شود در این نبرد مقدار مهمات طالبان با یک فیر مرمی موزایل در میدان جنگ باقی مانده است و طالبان از ساحه متواری گردیدند. در همین حال آقای یورش همچنان افزود که نیروهای پلیس گشت این ولایت نیز دو تن از افراد طالبان را هنگام ورود در داخل شهر میمنه بازداشت کرده است. این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف کردند و دوسیه نسبتیشان تحت تعقیب قرار دارد. دشمن عقب زده شد و همون ساحه کاملا تحت کنترل درآمد که در نتیجه یک فایر مرمی میزایل که عیار کرده بود که او را هم میخواست پرتاب بکنه بالا شهر که از گلوگیری شد. خود مرمی میزایل هم با مقدار جنگ افزار دشمن در میدان نبرد باقی مانده بود که به دست نیروهای امنیتی افتاد. ولایت فاریاب از جمله ولایت های شمالی در کشور است که ناامنی در این ولایت در این اواخر گسترش یافته است. در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت تخار بیش از 20 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی چندین عملیات را بالای قرارگاه های طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه این درگیری ها 10 تن از افراد گروه طالبان به شمول اعضای برجسته این گروه کشته شده و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. 23 تن از گروه طالبان به شمول چند فرماندهان برجستهشان در ولایت تخار کشته و زخمی گردیده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روز گذشته عملیات مشترک را به منظور پاکسازی مناطق ناامن ولایت تخار بر راه انداخته بودند. عملیات یاد شده ای نیروهای امنیتی افغان در مقابل مخالفین مسلح دولت در ولسوالی اشکمش این ولایت را اندازی شده بود که در نتیجه آن تا اکنون 10 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و 13 تن دیگرشان زخمی گردیده است. در خبرنامه آمده است در بین کشته شدگان چند تن از عضو برجسته دهشت افغانان طالب نیز شامل می باشد. همچنان در جریان درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان تسلیحات جنگی سبک و سنگین حراس افغانان طالب به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. خبرنامه افزوده است این عملیات گسترده نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا سرکوب کامل تروریستان طالب در ولسوالی اشکمش ولایت تخار ادامه دارد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت جوزجان برای دهاقین این ولایت پیاز زعفران توزیع کرده است. مسئولین این ریاست میگویند که آنان 3500 کیلوگرم پیاز زعفران را برای دهاقین پیش قدم در این ولایت توزیع کردند. در همین حال شماری از دهاقین در این ولایت میگویند که با کشت پیاز زعفران به جای حبوبات و سبزیجات دیگر مفاد بیشتری به دست خواهند آورد. برای دهاقین پیش قدم ولایت جوزجان بیش از 3500 کیلو پیاز زعفران از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری توزیع شد. محمد عالم عالمی رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت جوزجان می گوید همه ساله ریاست زراعت برای دهاقین این ولایت قطعه نمایشی زعفران را توزیع می نماید. امسال نیز برای 8 تن از دهاقین و هر
قطعه نمایشی نیم جریب زمین به هزینه 600 هزار افغانی توزیع نمود. آقای عالمی افزود هدف از توزیع این قطعه نمایشی را آشنایی دیاقین در کشت کار زعفران عنوان نموده و بیشتر دیاقین ما باید به کشت زعفران معرفی حاصل نموده و از کشت آن حاصلات خوبی را به دست بیاورند. با گفته وی سال گذشته نیز توزیع قطعه نمایشی را برای دیاقین این ولایت داشته و این دیاقین حاصلات خوبی از کشت زعفران گرفته و به بازار عرضه نموده اند. هر سال ما قطعات نمایشی را داریم، فقط منظور از این نیست که ما بتونیم در این قطعات نمایشی طریق های کشت برای دیاقین را نمایی بکنیم. در مجموع اش قطعه است و بریار قطعه یک نیم جریب زمین است و هزینه از این 600 هزار افغانی است. در همین حال کسانی که از توزیع مستفید شده بودند با ابراز خرسندی می گویند که آنها زمین و آب دارند، می توانند با کشت زعفران در عوض گندم و دیگر چیزها حاصل خوبتر را از کشت زعفران به دست آورده و اقتصاد خوبی را در فامیل خود کمایی نمایند. زراعت بر ما خبر داده که به شما زعفران میتیم بر کشت کردن چیز. این آمدی بیجا زعفران شدید تسلیم گرفتیم، انشالله بر کشت کردن انشالله شروع میکنیم. گفته می شود شماری از بانوانی که در روستاها زندگی می کنند در کنار مردان دوش و دوش آنها به کار زراعتی مشغول اند. علاقمندی بانوان در کشت زراعت در ولایت جوزجان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. منصوبین نیروهای کماندو تا یک عملیات 50,000 کیلوگرم مواد مخدر نو تریاک را از ولایت فراه کشف کردند. قلوردوی عملیات خاص میگویند که نیروهای کماندو عملیات را در مربوطات ولسوالی خاک سفید این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه این عملیات 50,000 کیلوگرم تریاک، بیش از 4,000 فیر مرمی مختلف نو به دست نیروهای کماندو افتاده است و در جریان این عملیات یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر نیز کشته شده و یک تن دیگرشان جراحت برداشته است. در یک عملیات ویژه نیروهای کماندو در ولایت فراه 6 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. کلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه میگوید نیروهای کماندو یک عملیات ویژه را در مربوطات ولسوالی خاک سفید ولایت فراه را اندازی نمودند که در نتیجه آن 4 تن از افراد طالبان به شمول یک فرد کلیدیشان کشته شده و 2 تن دیگرشان جراحت برداشته اند. همچنان در این خبرنامه آمده است در اثر این عملیات 50,000 کیلوگرم تریاک، 4,400 فیر مرمی مختلف نو، 5 میل سلاح خفیفه به دست نیروهای کماندو آمده و 2 باب قرارگاه، 1 باب کارخانه مواد مخدر طالبان توسط نیروهای کماندو از بین برده شده است. گروه طالبان تاکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان به رسانه‌ها چیزی نگفته است. این بود خبرهای داخلی این ساعت. خبرهای خارجی لحظات بعد تقدیمتان می شود. با خبرهای خارجی این ساعت خوش آمدید. سپاه پاسداران انقلاب در ایران گفته است که یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی آمریکایی را در فضای ایران هدف قرار داده و سرنگون کردند. مقام‌های سپاه پاسداران ایران گفته است که صبح روز پنجشنبه یک فرونده هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا را بعد از تجاوز به حریم سرزمین ایران در ولایت هرمزگان هدف قرار داده سرنگون کردند. در همین حال ارتش آمریکا پرواز هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در فضای ایران را رد کرده است. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش می‌دهد که صبح پنجشنبه یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی آمریکا پس از ورود به فضای ایران سرنگون شده است. علی شمخانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران که در یک نشست امنیتی در مسکو شرکت کرده بود، در مورد ورود نظامی به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای شمخانی گفته بود
بود مرزهای هوایی ایران خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کرده است و متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد. این خبر همزمان با تشدید مجدد تنش میان دو کشور پس از حمله به دو نفتکش در آبهای دریای عمان در نزدیکی به تنگه هرمز و وقوع انفجار در آنها منتشر می شود. آمریکا ایران را در آن مقصر دانسته و برای اثبات این اتهام تصاویری را منتشر کرده که ظاهرا توسط تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی گرفته شده است. به گفته مقامات آمریکایی این تصاویر گروهی سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که با قایق به یکی از نفتکش‌ها نزدیک شده و یک ماین چسبنده عمل نکرده را از بدنه کشتی جدا می‌کنند. ایران اتهام دست داشتن در این انفجارها را رد کرده و این واقعه را مشکوک دانسته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی وارد این کشور می شود. انتظار می رود دو رهبری که قبلا 4 بار در چین دیدار کردند درباره گفتگوهای متوقف شده مربوط به برنامه اتمی کره شمالی و همچنین مسائل اقتصادی بحث کنند. حفظ دوستی چین برای کره شمالی اهمیت زیادی دارد چون این کشور شریک اصلی تجاری پیونگ یانگ است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ماه فوریه برای دومین بار در هانوی دیدار کردند. اما در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی با توافقی نرسیدند. سفر دو روزه آقای شی اولین دیدار او از کره شمالی است. این همچنین اولین سفر یک رهبر چین از کره شمالی طی 14 سال اخیر است. دو رهبر مسلماً درباره مذاکرات متوقف شده مربوط به برنامه اتمی و ناکامی اجلاس هانوی بحث خواهند کرد. تحلیلگران میگویند آقای شی احتمالاً این پرسش را مطرح خواهد کرد که در آن نشست چه اتفاقی افتاد، آیا راهی برای حرکت به جلو وجود دارد و سپس میتواند این اطلاعات را در ژاپن با آقای ترامپ در میان بگذارد. خبر دیدار آن دو پیشتر در هفته جاری فاش شد. جینی تاون سردبیر وبسایت تحلیلی 38 شمال در آمریکا میگوید که با توجه به نزدیک شدن 70مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور این دیدار عجیب نیست. او همچنین میگوید که دیدار آنها پیش از اجلاس گروه 20 میتواند ارزش نمادین داشته باشد. هدف اصلی چین ثبات کره شمالی و همکاری های اقتصادی با آن هست. این دو نظام کمونیستی متحدان دیرینه به حساب می آیند. اما روابط آنها در یک دهه گذشته به دلیل بلندپروازی های اتمی پیونگ یانگ که با انتقاد پکین روبرو شده تا حدودی متشنج شده است. روزنامه رسمی چین چاینا دیلی روز چهارشنبه نوشته که این دیدار به دو رهبر اجازه خواهد داد بر سر بعضی همکاری های ملموس توافق کنند. روزنامه رودانگ سینمون کره شمالی هم در اقدامی نادر در سرمقاله در صفحه اول چاپ شد نوشت که آقای شی بر حمایت خود از مذاکرات اتمی تاکید کرده است. چین از خط مش کره شمالی برای حل مسئله در شبه جزیره کره به صورت سیاسی حمایت می کند. خانم تاون می گوید کره شمالی می خواهد دوستی نزدیک با چین را حفظ کند حتی اگر اعتماد و حسن نیت زیادی میان آنها وجود نداشته باشد. نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کسب کرسی نمایندگی این کشور در سازمان ملل برخلاف نظر آقای ترامپ گفته است که تغییرات اقلیمی منبع خطرات جدی است. کلی کرافت نامزد دونالد ترامپ برای کسب کرسی نمایندگی این کشور در سازمان ملل در جلسه بررسی صلاحیتش به قانونگذاران گفته است که او مدافع اداری سهم همه کشورها در رسیدگی به موضوع تغییرات اقلیمی خواهد بود. آقای ترامپ قبلا این تغییرات را ساختگی خوانده و اجماع علمی درباره این موضوع را زیر سوال برده بود.
نامزد نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کسب کرسی نمایندگی این کشور در سازمان ملل برخلاف نظر آقای ترامپ گفته است که تغییرات اقلیمی منابع بر خطرات جدی دارد. کلیکریوف در جلسه بررسی صلاحیتش به قانونگذاران گفت که او مدافع اداره سم عام کشورها در رسیدگی به موضوعات تغییرات اقلیمی خواهد بود. او در گذشته گفته بود که نظر هر دو طرف بس درباره تغییرات اقلیمی را قبول دارد. آقای ترامپ قبلا این تغییرات را ساختگی خوانده و اجماع علمی را درباره این موضوع زیر سوال برده است. آقای ترامپ در سال جاری گفته است که تغییرات اقلیمی مسیر دو طرفه دارد و سایر کشورها را به خاطر دامن زدن به کیفیت بد هوا مقصر دانست. آقای ترامپ در سال 2017 تصمیم خود را برای اخراج کردن آمریکا از توافق بزرگ اقلیمی 2015 پاریس را اعلام کرد، چون با گفته او به ضرر کارگران آمریکایی هست. با این حال خانم کریوف از تصمیم آقای ترامپ برای خروج از توافق پاریس حمایت کرده میگوید لازم نیست آمریکا برای حفظ رهبری در جهان بخشی از این توافق باشد. او افزود که آمریکا نباید به نمایندگی از طرف باقی جهان بار بیش از حد بلند کند. این در حالی است که خانم کریوف در صورت تعیین صلاحیتش جایگزین نیکی هیلی خواهد شد که اکتبر گذشته از این پست استعفا داد. این بود خبرهای ساعت 8 شب که تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، بدرود.